یاران گرامی، دوستان گرامی، در روز 16 اکتبر در میان همه خبرهایی که از این سوی آن سوی جهان میرسد، خبری تلخ رسید و کوتاه. محمد امینی، پژوهشگر تاریخ، دوست گرامی، انسانی ملی و آینده‌نگر، ما را ترک کرد. بسیارانی در جهان شاهد سخنان او از برنامه‌های رادیو و تلویزیونی او در زمینه تاریخ و بازگشایی تاریخ بودند. نویسنده‌ای که ما را زود ترک کرد. کاش می‌ماند و آزادی ایران را می‌دید. می‌دید که چگونه فرزندان ایران زمین، دختران جوان، پسران جوان گام به گام راهی را پشت سر می‌گذارند تا به آزادی دست یابند که آرزوی همگان بود. به قول شاعر، بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که سنگ ناله خیزد روز وداع یاران. یاد و نامش گرامی و مانا باد. برنامه امروز را به او پیشکش می کنم و بخشی از سخنان او را در برنامه تلویزیونی که در همین تلویزیون اندیشه پخش شده، به نظرم 8 سال پیش، برای شما باز پخش می کنم به امید اینکه در آینده برنامه ویژه تهیه کنیم و به شما عرضه نماییم. یادش گرامی. یکی از همیهنان از ایران، خانم فرزانه، برای من نامه نوشتند، ایمیل بسیار بلند و بالایی. ایمیل رو نمیخونم، ولی پرسشایی رو که ایشان مطرح میکنن و عنوان میکنن بسیار گفتگو برانگیز هست. یعنی پرسشایی است که بیگمان در سر بسیاری از شما، در ذهن بسیاری از شما این پرسش ها هم وجود داره. میپرسند که چگونه میتوان در رویدادهای یک کشور همسایه که ما سالها با اونها نزدیکی داشتیم، هم پیوند بودیم، بخش بزرگی از مردم عراق مردم شیعه مذهب هستند، بیشتر مردم ایران مردم شیعه مذهب هستند و بخشی از مهمترین مراکز دینی شیعیان در خاک عراق واقع شده، یعنی جز دو مرکز بزرگی که در ایران هست، در قم و مشهد، دیگر این سر جایگاه های به هر حال مقدس یا گور امامان و مسجدها و دیگر چیزهایی که به هر حال شیعیان به اونها مهر می‌ورزند در عراق وجود داره، چگونه ایران میتواند نسبت به این مسئله خودش رو برکنار بکنه، دخالت نکنه. میپرسند که چرا نباید از این بقاع متبرکه به قول ایشان یا اماکن مقدس یا این مراکز دینی ایران پاسداری بکنه. پاسخ من در درجه نخست به این همیهن گرامی در این هست که یک کشور هنگامی که به عنوان پاسدار یک مذهب و آیین رفتار میکنه، باید بیاندیشه که پاسخ پیروان آیین‌های دیگر رو هم به جان میخره. کشور ما بنا نیست پاسدار یک آیین باشه. بخش زیادی از مردم ایران شیعی نیستند. بسیاری از مردم ایران که شیعی به دنیا آمدند، باورهای خیلی استواری به این آیین ندارند. بسیاری از مردم ایران یهودی، مسیحی، بهایی و بیدین هستند. بنا نیست یک دولت پاسدار یک آیین مذهبی باشه. این گرفتاری و بلایی است که 35 سال از حکومت دینی در ایران بر سر مردم ایران آورده، یعنی سرنوشت مردم ایران رو با یک آیین مذهبی پیوند داده، یعنی دولت ایران رو دولت شیعی کرده. در قانون اساسی ایران وفاداری به مذهب اسلام و آیین شیعی
و ولی فقیه به عنوان بنیاد وجود کشور ایران شناخته شده. در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است که هیچ قانونی در ایران نمیتواند از مجلس یا از هیچ ارگان دیگری بگذرد، اجرا بشود، مگر اینکه این قانون نه تنها با شرع انور اسلام بلکه با آیین شیعی 12 امامی سر سازگاری داشته باشه و بلا ولی فقیه در واقع درستی این قانون رو از راه نهادهایی که زیر نظر ولی فقیه هست تایید بکنه. کشوری که با ابزار دین به سپهر جهانی گام می‌گذارد با ابزار دین هم روبرو خواهد شد. همیهن گرامی، خانم فرزانه ارجمند، این که به درازا درباره جنایات داعش نوشته اید، این رو من میپذیرم. بسیاری از شما با دیدن کلیپ های ویدیویی از رفتاری که این گروه خونریز داعش در عراق انجام میدهد به راستی به جان آمده اید و میگویید که چرا نباید در پاسداری از مردم بخت برگشته شی مذهب عراق امروز ایران گامی برداره و نیرو به یاری اونها بفرسته. پاسخ من در درجه نخست به شما این است که داعش پدیده تازه‌ای نیست. 35 سال است که حکومتی از جنس داعش بر کشور ما چیره است. داعش یک پدیده تازه پا نیست، یکی از پیامدهای رفتار جمهوری اسلامی است. اصلا اگر شما به 35 سال گذشته نگاه کنید، در دو جای جهان، یکی در ایران و دیگری در الجزیره، نطفه های حکومت های مانند داعش به دنیا آمدند. در الجزیره تندروهای مذهبی با کشتن و سربریدن کسانی که میخواستند جامعه مدنی در الجزیره بسازند کشتاری را آغاز کردند، جنایاتی را آغاز کردند که از دل اون تندروهای اهل سنت بیرون آمدند. و در ایران با پیدایش جمهوری اسلامی ما به گونه یک داعش شیعی رو در کشور خودمان باش رو برو بودیم. مگر حکومت ایران جز از همان جنس داعش است؟ شاید رفتاری که امروز این گروه خونریز داعش در عراق انجام میدهد شاید به دلیل اینکه در اینترنت اونها رو ما میبینیم خیلی دردناک باشه، ولی فراموش نکنید در گرماگرم جنگ ایران و عراق یا اندکی پس از جنگ ایران و عراق، در همون زمان در زندانهای ایران نزدیک به 7000 نفر زندانی رو که هیچ گناهی جز زندانی بودن نداشتن، یعنی پیشتر اونها رو محاکمه کرده بودن، حکم داده بودن، اونها رو در زندان کشتند. چه بسیار از مردم ایران در جنگ و ستیز با حکومت تباه شدند، جنگی که حکومت آغاز کرده بود، جنگ دینی، ویرانی هایی که در کردستان، در بلوچستان، در سرزمین های سنی نشین ایران از سوی پاسداران و وفاداران به جمهوری اسلامی به وجود آمده به همون اندازه دردناک است که رفتار داعش در عراق. اصلا به دنبال شرکت دخالت نظامی ایالات متحده آمریکا در عراق، از همون فردای دخالت نظامی ایالات متحده در عراق، ایران به برانگیختن دولت شیعی عراق در پاکسازی عراق از هواداران اهل سنت و بعثی‌ها برخاست. دولت آقای مالکی دولت مرتبط با ایران است. اتفاقا جالب اینجاست، به گفته یکی از دوستانم در نوشته‌ای که امروز می‌خواندم به درستی هم اشاره می‌کنند، دولت مالکی شبیه دولت اصلاحات در ایرانه، یعنی معتدل‌تر از دولت جمهوری اسلامی است. کوشش کرده تا حدودی قوانین رو، پارلمان عراق رو بهش وفادار باشه، با غرب روابط دوستانه داره. آقای مالکی کراوات میزنه، کت و شلوار تنش میکنه، سخن از اعتدال به میان میاره و با این وجود در عراق خشم مخالفان دولت رو که محروم از شرکت در
سپهر سیاست بودند برانگیخته. تبعیضی که در عراق در این 10 سال گذشته به یاری دولت آقای مالکی اعمال شده یکی از زمینه‌های پشتیبانی از گروه تروریستی داعش است. درسته که داعش گروه تروریستی و مورد پشتیبانی عربستان هست، ولی چرا بسیاری از مردم اهل سنت در این سرزمین‌های سنی نشین عراق از اونها پشتیبانی میکنند؟ چون به سطوح آمدند از دست رفتار دولت مالکی، و دولت مالکی جز زائده دولت ایران در عراق چیز دیگری نبوده. در واقع باید گفت ما بادی رو که این حکومت کاشته امروز به صورت طوفان درو میکنیم. پیامد رفتار جمهوری اسلامی در سالهای گذشته از جمله در عراق است که این رفتار خشونت آمیز و تروریستی داعش رو به دنبال داشته. من اصلا توجیه نمیخوام بکنم، داعش گروه تروریستی است که عربستان پشت اون هست و عربستان اون رو به جان مردم شیعه عراق انداخته، و بنابراین هست که ایران درگیر شدن در جنگ داخلی عراق، جنگ شیعه و سنی در عراق رو بهش دامن بزنه، چیزی که ما باید از اون پرهیز کنیم. ولی فراموش نکنیم که دست حکومت ایران در برانگیختن این نزاع دینی در عراق تا همون اندازه خونین هست، خونالود هست که دست داعش و عربستان. حتی باید گفت که پیشتر از اینکه داعش و عربستانی در عراق دخالت بکنند، ایران سنگ بنای چنین نوع حکومتی رو، چنین نوع تبعیضی رو در خود خاک ایران نهاد. 35 سال است که در ایران ما با حکومت تبعیض روبرو هستیم، حکومتی که به طور قانونی از حقوق از شرکت زنان در بالاترین ارگانهای اداره جامعه جلوگیری میکنه، اصلا فراتر از اون از شرکت زنان در ورزشگاه‌های برای دیدن بازی فوتبال، برای دیدن بازی والیبال، بسکتبال جلوگیری میکنه. به طور قانونی شهروندان اهل سنت در ایران محروم از حقوق شهروندی در بسیاری از زمین‌ها هستند. شیعی هوادار ولی فقیه بودن در ایران دارای مزایاست. شما بروید آگهی های استخدام رو در دانشگاه ها حتی نگاه کنید، ببینید که پیش شرط استخدام در یک کار دانشگاهی، در یک کار حرفه‌ای در وزارتخانه های ایران، از جمله در مثلا صنعت برق در ایران، چه پیش شرط هایی است؟ مسلمان، شیعی، وفادار به ولایت فقیه، یعنی تمام شهروندان اهل سنت، بهایی ها، یهودی ها، مسیحی ها، بیدین ها، همه و حتی اونهایی که مسلمان شیعی مخالف ولایت فقیه هستند به طور قانونی از حقوق خودشون محروم می شوند. و اون وقت جمهوری اسلامی می تواند ادعا بکند که برای دفاع از حقوق شیعیان می خواهد وارد جنگ داخلی در عراق بشود. اگر حکومت ایران نگران سرنوشت مردم عراق است، نخست به تبعیض در ایران پایان دهد، و سپس من هم صدا با اونها خواهم گفت که بله، حالا که ما یک حکومت دموکراتیک، حکومت متکی به قانون داریم، باید در قانون پروری در عراق و جلوگیری از تروریسم دست به کار بشویم و همکاری بکنیم با دولت‌های دیگر و نگذاریم که این جنگ داخلی عراق به ایران هم سرایت کنه. ولی تا هنگامی که جمهوری اسلامی خود دامن زننده به تبعیض هست، خود یکی از نیروهای برانگیزنده جنگ مذهبی در منطقه به شمار می آید، نمی تواند مشروعیت دخالت در یک سرزمین دیگر رو نه تنها داشته باشه، بلکه پیامد نیکی برای مردم ایران به ارمغان بیاره. جمهوری اسلامی یک طرف دعوا در خاورمیانه است، شوربختا که یکی از برانگیزنده های این دعوا در خاورمیانه است. دخالت ایران در لبنان، در عراق، در سوریه، در فلسطین و در دیگر کشورها درگیری های رو برانگیخته، بادی رو کاشته که امروز طوفان درو می کنی. بنابراین پاسخ من به این هممیهن گرامی و دیگر کسانی که پرسش می کنند که چرا من هوادار این هستم که ایران درگیر جنگ داخلی مذهبی در عراق نشود، در این است که ایران نه به عنوان پشتیبانی از حق حاکمیت ملی، از پاسداری از مرزهای ایران، بلکه به عنوان پشتیبان یکی از طرفین دعوای مذهبی در عراق وارد عراق خواهد شد.
و به آینده ایران زیان خواهد رساند، یعنی ایران رو درگیر یک جنگ مذهبی خواهد کرد. سران جمهوری اسلامی در ایران از جمله دولت کنونی آقای روحانی اگر جدا باور دارند که اونها مظلوم در این ماجرا هستند، به تبعیض در ایران پایان بدهند، زندانیان سیاسی رو در ایران آزاد بکنند، از تبعیض بر دگراندیشان جلوگیری بکنند، تبعیض مذهبی رو غیرقانونی کنند در ایران، قوانین ظالمانه رو که جلوگیری میکند از شرکت هممیهنان غیر شیعی در زندگی سیاسی ایران، اینها رو جلوش رو بگیرند، دست از سر فشار بر هممیهنان اهل سنت در بلوچستان، کردستان، ترکمن‌صحرا و از جمله در تهران بردارند. چرا باید دولت جمهوری اسلامی برای شهرهای سنی نشین ایران امام جمعه شیعی تعیین بکنه و بعد مدعی بشود که مخالف تبعیض و فشار در عراق است؟ این تبعیض زادگاهش در ایران بوده، از ایران به دیگر کشورها صادر شده. ما سال هاست که با یک نوع داعش شیعی در ایران سر و کار داریم و از اون زیان دیدیم. آسیب تازیانه این حکومت بر دوش مردم ایران هست، بر پیکر مردم ایران هست و بنابراین نمیتوانیم امروز چشم خودمون رو بر 35 سال تاریخ معاصر ایران ببندیم و گمان کنیم که آنچه که در همسایگی ما میگذرد باید جنایات و رفتار و سیاستهای جمهوری اسلامی رو در این 35 سال پاکشویی بکنه و امروز به ناگاه روشنفکران سکولار باید در کنار حکومت به دخالت در عراق بپردازند، از اون پشتیبانی کنند و به این شکل در واقع از حقوق مردم ایران پاسداری کنند. خیر، ما در ایران با یک حکومت تبعیضگرای متکی بر یک برداشت بسیار افراطی از آیین شیعی روبرو هستیم. نخست باید به این پایان داد و اگر بناست ما در به این شکل در واقع از حقوق مردم ایران پاسداری کنند. خیر، ما در ایران با یک حکومت تبعیضگرای متکی بر یک برداشت بسیار افراطی از آیین شیعی روبرو هستیم. نخست باید به این پایان داد و اگر بناست ما در امور داخلی عراق دخالت بکنیم برای پایان دادن به برادر و خواهرکشی، به مردم کشی، نخست باید حکومتی از جنسی غیر از داعش در ایران داشته باشیم تا بتوانیم به راستی در پاسداری از حقوق مردم عراق از اونها پشتیبانی کنیم، نه در پاسداری از گروهی که در تبعیض در عراق دست داشتند. جنس حکومت ایران با جنس داعش، با جنس حکومت عراق، با جنس حکومت‌های تبعیض‌گرایانه‌ای که در دیگر سرزمین‌ها هست، با گروه‌هایی که در سوریه امروز درگیر هستند، با حزب الله لبنان، اینا هم از یک جنس هستند. حالا عیارشون با هم فرق می‌کنه. یکی قلیستر از دیگری است، یکی تندروتر از دیگری است. تبعیض تبعیض است. جلوگیری از حقوق شهروندان درجه ندارد. یعنی وقتی شما در کشوری مانند ایران از حقوق شهروندان به دلیل آیین و مذهب و باور جلوگیری میکنید و اونها را به زندان میاندازید و حتی اعدام میکنید و حتی وکیل مدافع کسی رو که به زندان انداخته اید به زندان میاندازید، مشروعیت دفاع از حقوق از دست رفته مردم عراق و مردم هیچ جای دیگر جهان رو نخواهید داشت. نخست به ساختن خانه خود بپردازید. اجازه بدهید که عبارتی رو از بیهقی، از این تاریخ زیبای بیهقی برای شما بازگو کنم. من جدا به همه جوانان، به همه مردم، اونهایی که دوست دارن خواندن رو، کتاب خواندن رو سفارش میکنم، دست کم یک بار شده در زندگی و شاید چند بار تاریخ بیهقی رو بخوانید. یکی از گنجینه‌های تاریخ ایران است. نزدیک به شاید 800 سال پیش میگوید که چون مرا دشمن از خانه خیزد، با بیگانه جنگ نباید کرد. بذارید یک بار دیگه بخونم این رو. چون مرا دشمن از خانه خیزد، با بیگانه جنگ نباید کرد. ما با گرفتاری های بسیار زیادی در درون کشور خودمان روبرو هستیم.
و باید به اون بپردازیم. درگیر شدن ایران در جنگ داخلی عراق پیامدهای بسیار دردناک و هولناکی برای آینده ایران به دنبال خواهد داشت. نخست این است که اگر ما هنوز درگیر جنگ مذهبی گسترده در ایران نبوده ایم و دولت انحصار این تبعیض رو در ایران در دست داشته، ورود ایران به جنگ داخلی عراق و جنگ مذهبی در عراق بیگمان این جنگ مذهبی رو به ایران هم خواهد کشند. امروز در عراق 3 نیرو در برابر یکدیگر سفارایی کردند. دولت آقای مالکی که ادعای نمایندگی منافع شیعیان عراق هم داره، که البته از پشتیبانی زمینی آقای سیستانی هم برخوردار هست، یکی از روحانیون نسبتاً معتدل در میان روحانیون شیعی، از یک سو حکومت اقلیم کردستان و گروه تقریباً میتوان گفت بدون رهبری اهل سنت در عراق، که این داعش کوشش میکند رهبری اونها رو در دست بگیره. امروز یک اتحادی در عراق به وجود آمده، اتحاد تا حدود زیادی ناپیوسته، اتحاد بسیار سیال در حال دگرگونی و میتوان گفت نه چندان محکم میان گروهی مانند داعش، بازماندگان حکومت بعثی و ارتش پیشین عراق، طرفداران صدام حسین، شیوخ اهل سنت و عواملی که شاید به هیچ یک از این 3 گروه ارتباط نداشته باشند ولی با دولت آقای مالکی و نفوذ ایران در عراق سر ستیز دارند. اینها یک نوع اتحادی رو ایجاد کردند و نیرویی که در برابر دولت آقای مالکی ایستاده اینها هستند. نیروی سوم نیروی اقلیم کردستان هست. به داوری من دولت اقلیم کردستان در به هم ریختن وحدت ملی عراق تا همون اندازه نقش دارد که دولت آقای مالکی و امروز این گروه داعش. فراموش نکنیم این نیروهای کرد عراق هستند که رسما ارتش ایجاد کردند، وارد مذاکره برای فروش نفت به طور مستقل از دولت عراق شدند. اجازه بدید شما را به یک سفر تاریخی کوتاه ببرم. عراق کشور نوپاست، کشوری ساختگی، یعنی در سال از سال 1917 که آغاز شکست عثمانی در جنگ جهانی اول بود، گفتگوهای میان نمایندگان فرانسه و بریتانیا آغاز شد برای تقسیم سرزمین‌های پیشین امپراتوری عثمانی و سرانجام در سال 1920 دولت بریتانیا 2 نفر از آقازاده‌های شریف حسین، شریف مکه رو، کلیددار مکه رو، یکی رو به عراق آورد، دیگری رو برد به از خانواده هاشمی، دیگری رو برد به اردن. عبدالله پادشاه اردن شد و فرزند دیگر او که همون فیصل، ملک فیصل معروف باشه، پادشاه عراق شد. زد و خوردهای محلی هم از همون دوره پا گرفت. نخستین شورش در عراق هم در همون دوران از سوی شیعیان عراق در برابر دولت فیصل بود که به کمک بریتانیا فرو نشانده شد و یک کوششی در عراق آغاز شد برای ایجاد یک دولت ملی. از 3 ایالت همین عراق به وجود آمده بود، یعنی با 3 ریشم این کشور رو هم بسته بودند. هیچ پیشینه هویت ملی و تاریخ نداشت. اصلا تاریخ عراق، تاریخ این سرزمین با تاریخی که این عراق تازه به وجود آمده پیوند نداشت. یعنی کوشش در این بود که این عراق رو به گذشته خودش، به گذشته عراق دوران خلافت مرتبط کنند، ولی پیوندی واقعا با اون تاریخ نداشت. اصلا دوره درازی در تاریخ عراق سرزمین های پراکنده عراق زیر سلطه یا قدرت و فرمان روایی عثمانی ها بود. از به هم پیوستن 3 واحد استانی، 3 ایالت که یکی از اونها بصره بود و دیگری موصل، اینها رو به هم پیوند دادن و عراق رو ایجاد کردند. پی در پی هم در عراق کودتا شد. یکی از معروفترین کودتاها کودتای عبدالقاسم بود، عبدالکریم قاسم. کودتای قاسم در عراق خب نیروهای چپ رو در عراق قدرتمند کرد. سپس حزب بعث در عراق به وجود آمد و بعثی ها یکی پس از دیگری
علیه یکدیگر کودتای نظامی یا کودتای داخل به هر حال حکومتی می‌کردند، تا سرانجام صدام حسین در عراق قدرت گرفت و با زور، با خشونت، با خونریزی عراق رو با هم متحد نگه داشته بود. چندین بار هم در عراق شیعیان شورش کردند، از جمله پس از جنگ نخست خلیج فارس، یعنی جنگی که پس از دخالت نظامی عراق در کویت به دنبال دخالت نظامی غرب در برابر عراق روی داد و عراق در این جنگ شکست خورد، به تشویق غربی ها در هم کردها و هم شیعیان جنوب عراق شورش کردند و شور وقتا که همین دولت های غربی که بعدها صحبت از حقوق مردم عراق می کردند در برابر کشتار مردم کرد، از جمله کشتار مردم کرد با وسایل شیمیایی، با مواد شیمیایی و کشتار شورشگران شیعی در جنوب عراق سکوت کردند و صدام حسین همچنان بر قدرت باقی ماند. دولت ایالات متحده آمریکا با برداشتن صدام در واقع یک پدیده موجود رو از این زندانی که درش درگیر بود رها کرد، یعنی گرفتاری های قومی در عراق، گرفتاری های مذهبی در عراق از این قفسی که به زور ایجاد شده بود رهایی پیدا کرد و قومگرایان و دسته های مذهبی در عراق به جان هم افتادند. از همون فردای دخالت ایالات متحده آمریکا در عراق و اینها تصور می‌کردند که می‌خواهند یک دموکراسی جفرسونی در عراق ایجاد کنند. واقعیت این است که دولت‌های غربی بران شدند که یک حکومت 80% در عراق ایجاد کنند، یعنی حکومتی که بیشتر هواداران پیشین صدام حسین رو که بیشتر اونها به خاندان‌های اهل سنت تعلق داشتند، به قبایل اهل سنت تعلق داشتند، از مناطق سنی نشین عراق آمده بودند، اونها را از قدرت بیرون راندند و در واقع قدرت رو در عراق میان شیعیان و کردها تقسیم کردند. این روزگار کنونی پیامد این رفتاره، پیامد اون سیاست نادرست غرب و دخالت‌های ایران از یک سوی و کوشش کردهای عراق برای ساختن یک کشور است. این پیامد اون رویداد هاست. عراق کنونی که کشوری بود با سریشون به هم چسبیده، اینک از هم دریده. چسباندن این عراق به این سادگی ها ممکن نخواهد بود. من باور بر این ندارم که میتوان دوباره یک عراق متحد همپیمان و به هم بسته ایجاد کرد، چه بسا شاید در بهترین حالت در عراق بتوان یک فدراسیون یا یک دولت فدرال تشکیل شده از سه واحد تا حدودی یک روابطی رو با هم که روابطی رو با هم خواهند داشت، این رو بتوان در عراق ایجاد کرد، ولی پیدایش یک دولت ملی به صورت آنچه که در کشورهای مانند ایران وجود داشته و وجود داره امکان نداره در عراق دیگه صورت بگیره. این خونریزی ادامه خواهد داشت. جنگ داخلی در عراق حتی اگر هم کاهش پیدا بکنه، به صورت تروریسم و کشتار و ربودن آدم‌ها و زدن یکدیگر همچنان ادامه خواهد داشت. اصلا جنگ داخلی عراق که در این یک ماه گذشته آغاز نشده، جنگ داخلی عراق 10 سال است که در عراق جاری است. روزی نیست که بمب‌گذاری نشود، روزی نیست که گروهی از گروه دیگر آدم نرو باید و آدم نکشد. در همین شهر کرکوک، موسل، میان ترکمنها و کردها، میان اهل سنت و شیعه، میان گروه های گوناگون بارها جنگ و زد و خورد در گرفته. حتی در درون گروه های کرد، در درون گروه های شیعی در برابر یکدیگر و میان گروه های سنی با یکدیگر و با دیگران. جنگ داخلی عراق جنگ ماندگاریست، جنگی نیست که فردا به پایان برسد. ایران با درگیر شدن در این جنگ، آتش این جنگ رو به خانه ما، به ایران هم سرازیر خواهد کرد. همون گونه که در برنامه پیشین گفتم، چشمنداز دوراندیشانه ایرانیان باید گسستن از خاورمیانه عربی و این گندابی که ایجاد شده است و پیوستن با فرهنگ و تمدن و ارزش‌ها و راهکردهای پیشرفته تر دنیا مانند اروپا و آسیای شرقی باشه. شما اگر فرزندی داشته باشید و این فرزند رو به یک مدرسه
در سطح بسیار پایین بفرستید، حتی اگر این فرزند شما استعداد زیاد هم داشته باشه، طبیعی است که در اون مدرسه سطح پایین فرصت رشد به اندازه کافی نخواهد داشت. در حالی که اون فرزند شما اگر به یک مدرسه بسیار پیشرفته تر برود و جزو شاگردان متوسط این مدرسه پیشرفته باشه، توشه‌ای که از این مدرسه پیشرفته تر، از این آموزشگاه جلوتر برخواهد داشت، توشه بسیار بیشتری است از آن که شاگرد اول یک آموزشگاه بسیار بسیار عقب مانده باشه. اصلا این آزمون پذیرفته شده در زندگی بشر است که شما هنگامی که در پیرامون خودتون آدمهای پیشرفته تری از خودتون رو دارید، وقتی مدل‌های زندگی شما مدل‌های بهتری از زندگی امروزتان است، کوشش خواهید کرد که زندگی خودتون رو بهتر بکنید. اگر شما پیشرفته ترین آدم در میان دوستان و نزدیکانتون باشید، دیگه چیزی نیست که از اونها یاد بگیرید. اگر شما باسوادترین آدم یک روستا باشید، از دیگر روستاییان چیزی یاد نخواهید گرفت، مگر اینکه به شهر بروید و پس از رفتن به شهر دریابید که اون سوادی که شما در ده داشتید به درد شهر نمیخوره. اینجا باید باسوادتر بشوید. ما ایرانیان اگر بخواهیم کشور خودمون را از این واپسماندگی نجات بدهیم، باید برگردیم همون کاری رو که زنده یادان آغازگر مشروطه و مدرنیته ایران به اون دست زدن در پیش بگیریم. مدل‌های توسعه اروپایی رو مقابل خودمشون قرار دادند، آمدن و قانونگذاری اروپا رو، پارلمان اروپایی رو به ایران ارمغان آوردند، قانون اساسی نوشتند و دست به کاری زدند که در تاریخ ایران بیمانند بود. یعنی پارلمان قانونگذاری زمینی رو به وجود آوردند، مجلس مشروطه قانون میگذراند و میگفتند که هیچ کس، نه شاه و نه آخوند، هیچ کس حق ندارد از حق مردم در قانونگذاری جلوگیری بکنه. این مستشار را دوله تبریزی که این کتاب به یک کلمه رو نوشت و نام این برنامه رو من از ایشان وام گرفتم، از ایشان یاد گرفتم، نزدیک به 150 سال پیش در پیشگفتار کتابش نوشت که قانون چیزی که شاه و گدا در برابر آن برابر باشند. این دستاوردی است که ما از اروپا به ایران آوردیم، دستاورد تاریخ خودمان. داری زمینی رو به وجود آوردند، مجلس مشروطه قانون میگذراند و میگفتند که هیچ کس، نه شاه و نه آخوند، هیچ کس حق ندارد از حق مردم در قانونگذاری جلوگیری بکنه. این مستشار دوله تبریزی که این کتاب به یک کلمه رو نوشت و نام این برنامه رو من از ایشان وام گرفتم، از ایشان یاد گرفتم، نزدیک به 150 سال پیش در پیشگفتار کتابش نوشت که قانون چیزی که شاه و گدا در برابر آن برابر باشند. این دستاوردی است که ما از اروپا به ایران آوردیم، دستاورد تاریخ خودمان نیست. امروز هم برای اینکه پیشرفت بکنیم، برای اینکه از این تبعیض دینی و حکومت دینی خودمون رو برهانیم و به جامعه پیشرفته جهان پیوند پیدا بکنیم، باید خودمون رو از این فرهنگ خاورمیانه عربی جدا بکنیم. این فرایند در دوران مشروطه آغاز شده بود و تا حدودی داشت پا می گرفت. جمهوری اسلامی سرنوشت ما رو بار دیگر به خاورمیانه عربی پیوند زد و با ایجاد گرفتاری هایی در کشورهای پیرامون ما، ما را بیشتر و بیشتر هم سرنوشت با سرزمین هایی کرد که از خود ما هم عقبتر بودند. ما باید به این پایان بدیم، باید با فرهنگ های پیشرفته تر، با سرزمین های پیشرفته تر پیوند پیدا بکنیم. مدل نگاه ما نباید مدل خاورمیانه عربی باشه. چرا به شرق آسیا، به کره، به ژاپن نگاه نمی کنیم؟ به کوششی که در چین برای ساختن یک کشور مدرن امروز در جریان هست، چرا به اون نگاه نمی کنیم؟ چرا به هند نگاه نمی کنیم که کشوری فقیر رو در حال دگرگون کردن هستند؟ چرا به ترکیه نگاه نمی کنیم؟ یکی از خدمات آتاتورک به جامعه ترکیه در این بود که در همون آغاز کار پیوند ترکیه را از تاریخ خلیفگی خودش، از تاریخ عثمانی گسست
و ترکیه رو به اروپا پیوند داد و با همه گرفتاری ها امروز ترکیه کشوری است که پیوند با اروپا داره، کوشش برای پیوستن به اروپا میکنه. ما چه چیزی کمتر از ترکیه داریم؟ از بسیاری جهات از ترکیه جلوتر هستیم، از نظر نیروی انسانی و از نقطه نظر نیروی یا ارزش ها و دارایی که زیر خاک ما نهفته است ما خیلی از ترکیه غنی تر هستیم. چرا نباید سرنوشت خودمان را با اروپا پیوند بدهیم؟ چرا باید هر روز در این فکر باشیم که از این خاورمیانه عربی باید یه چیزی بیاموزیم؟ من گرفتاری با فرهنگ عرب ندارم، من گرفتاری با پیوستن و پیوند دادن سرنوشت ایران با خاورمیانه عربی و ستیزهای قومی و ستیزهای دینی دارم. کشور ما تا به امروز خوشبختانه از جنگ داخلی قومی و مذهبی به رغم رفتار جمهوری اسلامی بر کنار باقی مانده. ما باید به این پایان بدیم. حکومت دینی در ایران باید پایان بیابد. ما باید در ایران حکومتی داشته باشیم نه از جنس داعش، حکومتی داشته باشیم که به راستی دغدغه یکایک مردم ایران در سر و اندیشه و وجود اون حکومت است. یعنی حکومتی به راستی برانگیخته شده و به نمایندگی از مردم ایران، حکومتی پارلمانی، حکومتی که قانون بر اون چیره است، نه ولی فقیه، نه حکومت دین، نه آیات الهی. این باور مردم باید باشه. برای مردم حق دارن باورهای دینی داشته باشن و باورهای دینی خودشون در زندگی خصوصی خودشون اجرا بکنن، ولی به این گامی که دولت صورت دینی به خودش میگیره پیامد اون جز این فاجعه هولناک عراق نخواهد بود. این شطوریست که دم خانه ما هم خوابیده. اگر نخبگان ایران به خود نیان، از هر دین و آیینی که هستند، از هر پیشینه‌ای که هستند به خود نیایند و حکومت دینی رو در ایران دگرگون نکنند و اون رو جایگزین نکنند با یک حکومت غیر دینی، حکومت سکولار، این رویدادهای عراق به خاک ما هم خواهد رسید. پیامد اون در ایران فاجعه خواهد بود. دولت‌های مخالف جمهوری اسلامی سال هاست که در این سودا بودند، که در آذربایجان و در خوزستان و در کردستان و در بلوچستان جنگ قومی و دینی به راه بیندازند. خوشبختانه تا به امروز ناکام بودند، به رغم رفتار جمهوری اسلامی، به رغم بهانه هایی که برای ناراضی بودن از این حکومت و برانگیخته شدن تنش‌های قومی و مذهبی این حکومت برای مردم ایجاد کرده، به رغم اون ما درگیر جنگ خونین قومی و مذهبی در ایران نبودیم. عراق میتواند این وضعیت رو به سرزمین ما بکشانه. ما باید از این بر کنار بمانیم. دوست دیگری از من پرسیدن که شما اصلا باور ندارید که هیچ ایرانیان حق داشته باشند، ایرانیانی که باورمند به آیین شیعی هستند، برای پاسداری از به قول ایشان بقای متبرکه یا عتبات، کربلا، نجف، کاظمین و دیگر شهرهایی که در اونجا جایگاه های به هر حال مقدس مذهبی وجود داره، به اون شهرها بروند و از این مراکز مذهبی پشتیبانی کنند. چرا؟ من حتی در جایی در ایمیلی به یکی از دوستان، حالا نیمه شوخی نیمه جدی، نوشتم من حتی حاضرم از آنچه که اندکی دارم حتی کمک مالی هم بکنم و پیشنهاد میکنم همه کسانی که امکان کمک مالی دارند داوطلب بشوند، یاری رسانی مالی بکنند. هر کدوم از آخوندهای ایران، از سران پاسپاه، از کسانی که میخواهند در راه دفاع و پاسداری از بقای متبرکه و از پاسداری از سامره و کاظمین و نجف و دیگر شهرها، کربلا و دیگر، جان فشانی کنند، کمک مالی کنند، اینها بروند در اونجا پاسداری کنند و مبارزه کنند و شهید بشوند. اگر بناست که کسی برای پاسداری از این سرزمین ها برود، از جان و مال ملت، از این در واقع سرمایه گذاری نکنند، از خودشون بکنند. اگر آقای خامنه ای فکر میکنند که کربلا رو باید ازش دفاع کرد، پاسداری کرد،
من به ایشان سفارش میکنم خودشون و 30,000 که در بیتشون کار میکنند همه راهی کربلا بشوند. دعای مردم ایران هم بدرقه راهشون خواهد بود. من یکی حاضرم حتی کمک مالی بکنم، مالا پول زیادی ندارم ولی به سهم خودم با بضاعتی که دارم فکر کنم همه مردم ایران کمک مالی خواهند کرد که همه این کسانی که امروز سنگ پاسداری از کربلا و کاظمین و نجف و سامرا و دیگر شهرهای عراق رو به سینه میزنند با سلام و صلوات برای دفاع از این سرزمین ها راهی اونجا بشوند و ما حتما در ایران هم از اونها از جانفشانی اونها تجلیل خواهیم کرد. ولی مردم ایران رو گرفتار چنین وضعیت دردناکی نکنند. از درآمد نفت ایران، از پولی که به مردم ایران از آن مردم ایران است، از این سرمایه گذاری نکنند، از خودشون، از جان و مال خودشون سرمایه گذاری کنند. در این 35 سال بسیاری از اونها به دارایی های بسیار بسیار گزاف رسیدند، کلان رسیدند. از این دارایی های کلان بهره بگیرند، بروند. مگر نه این است که شهید شدن انسان رو بهشت میبره؟ بروند در راه دفاع از این سرزمین های مقدس شهید بشوند، بروند در اونجا جان فشانی کنند. گرفتاری در این است که خیر از خودشون مایه نمیگذارند. فراموش نکنیم که 2 بار جنگ ایران و روس رو فتوای روحانیون برپا کرد. با فتوای روحانیون بود که در دوران فتحعلی شاه جنگ دوم ایران و روس آغاز شد. چند نفر آخوند در این جنگ کشته شدند. اونهایی که فتوا دادند ماندند در جای خودشون، البته تا جاهایی هم با این نیرویی که برای جنگ میرفت همراهی کردند. ولی واقعیت این است که این جنگ رو مردم بخت برگشته با سربازان و عشایر ایران و دهقانان ایران انجام دادند. اونها بودند که کشته شدند، نه علمای نجف که یا کاشان و نتنز و قوم و شهرهای دیگر که فتوا داده بودند برای شرکت در این جنگ. از جان و مال مردم مایه گذاشته بودند. امروز ایرانیان باید با درایت و با یک پارچگی از دخالت ایران در جنگ خانمانسوز داخلی عراق جلوگیری کنند و بگویند که اگر کسانی علاقمند به پاسداری از سرزمین‌های مقدس شیعه هستند، این راه دعای خیر مردم ایران هم بدرقه اونها خواهد بود. بروند. اما جامعه ایران رو درگیر این جنگ مذهبی نکنند. این جنگ مذهبی اگر پاش به ایران برسه، ایران رو ویران خواهد کرد. ما چندین بار تاوان چنین نوع جنگ هایی رو دادیم و بخشی از خاک ایران به دلیل این نوع درگیری ها از ایران جدا شده. اصلا فراموش نکنید دولت دراز مدت ترین دولت پادشاهی در تاریخ پس از اسلام در ایران که دولت صفوی باشه، به دلیل زور و رفتاری که حکومت متعصب شیعی صفوی در افغانستان در برابر مردم اهل سنت افغانستان انجام داده بود، شورش محمود افغان رو به دنبال داشت. اونها خودشون رو رعیت ایران می دانستند. اصلا در نامه هایی که هست از اون دوره باقی مانده، اونها خودشون رو با اون رعیت پادشاه می شناختند. حمله افغان ها نبود، بخشی از ایران بودند، بخشی از مردم ایران بودند که حکومت متعصب شیعی سلطان حسین، یک والی بسیار خودکامه شیعی مذهب رو بر کابل بر افغانستان نشانده بود که به مردم اهل سنت اونجا ظلم میگفت، زور میگفت، ستم میراند. نامه نوشتن بارها پیش از شورش اونها، شورش علیه دولت، و کسی بهایی به اون نداد و سرانجام آمدن و اصفهان رو گرفتن. و به راستی باید گفت یکی از درخشان ترین دوره های تاریخ ایران در زمینه ساختن یک دولت ملی، دولت مشترک و متحد، دوره نادرشاه بود که او رسمی بودن مذهب شیعه رو به کنار نهاد و گفت شیعیگری یکی از 5 مذهب اسلام است و وارد گفتگو شد با عثمانی ها برای اینکه این مدارای دینی رو اونها هم بپذیرند و تا حدودی هم پذیرفتند.
یکی از دورهای بسیار بسیار برجسته در تاریخ ایران به شمار می آید، از نقطه نظر مدارای دینی و از نقطه نظر ساختن یک دولت غیر دینی. ما در دوره پس از مشروطه هم با چنین مدارایی تا حدود زیادی روبرو بودیم. جمهوری اسلامی به این مدارا پایان داد، به حکومت قانون بر پایه حق شهروندی پایان داد. البته پیش از اون هم دولت خودکامه دوره گذشته پیش از دوره جمهوری اسلامی به همین حوزه های قانون تجاوز کرده بود، ولی دولت جمهوری اسلامی تجاوز رو همراه کرد با چیرگی یک آیین مذهبی بر کشور ما. آنچه که امروز در عراق می‌گذرد پیوند با رفتار جمهوری اسلامی داره، آنچه که در سوریه می‌گذرد همه دستپخت دولت عربستان نیست، همه ساخت و پرداختی القاعده نیست. در این آشپزخانه بزرگ آشپزهای ماهر جمهوری اسلامی هم در این آشی که برای مردم خاورمیانه پخته شده سخت درگیر هستند. چندین نیرو خاورمیانه رو امروز به این روزگار فلاکتبار رساندند. جنگ داخلی برانگیختند، سوریه و عراق رو به وضعیتی کشاندند که چه بسا عراق به سرنوشت سوریه دچار بشود. ما نباید اجازه بدهیم که این جنگ داخلی از مرزهای ایران گذر بکنه و به داخل ایران سرریز بشود. هر گونه دخالت نظامی ایران در عراق پیامد هولناکی برای آینده ایران هم خواهد داشت. به پایان برنامه رسیدیم. اجازه بدهید که با سخنی که میگویند ابن سینا گفته برنامه امروز رو پایان بدن. از ابن سینا پرسیدند، حالا اگر هم ابن سینا نگفته بسیار سخن حکیمانه است و همچنان چندان بی ربط نیست از اینکه شاید ابن سینا گفته باشه. از ابن سینا گویا پرسیدند که چه حیوانی چه جانوری برای شما بیمناکترین جانور به شمار می آید. خب شاید گمان کنید که بگوید شیر، تمساح یا چیزی از این دست. گفته گاو نر، چون شاخ داره ولی عقل نداره. جنگ مذهبی گاو نر است، شاخ داره و عقلی درش نیست. هیچ جنگی که بر پایه ایمان و یا خون، یعنی پیوند خونی قومی آغاز شود، پیامد نیکی نخواهد داشت، چون خردی درش وجود نداره. هنگامی که دو کشور بر سر یک آبراهه با هم جنگ می کنند، سرانجام از راه خرد می توانند با هم کنار بیان، تصمیم بگیرند که چگونه می توان این آبراهه را تقسیم کنند، این دریاچه را تقسیم کنند، این خاک را تقسیم کنند. ولی وقتی مردم بر سر ایمان به خدا، تفسیر از قرآن، وفاداری به این یا آن امام یا خلیفه یا رهبر دینی به جنگ با یکدیگر بر می‌خیزند، هیچ عقلانیت و خردی در میان نیست. تا هفته آینده، روز روزگار بر شما خوش باد.